به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت همه شما بیننده عزیز و ارجمند. خوش آمدید به چینل سلیم مقیمی و گزارش ویژه ما از فرم پرورش شترمرغ در شهر باستانی هرات. این بزرگترین فرم پرورش شترمرغ در غرب افغانستانه که در واقع از چند سال به این طرف فعالیت داره. شترمرغ از جمله پرنده های دونده هست که معمولاً از تخم از او و همچنان از گوشت از او استفاده میشه در افغانستان، که موارد استفاده دیگه هم حتما داره که باز بیشتر در مورد از او معلومات میدیم و صحبت میکنیم. گزارش بسیار جذابی هست و از ایوانات بسیار دوست داشتنی شترمرغ با اون گردن خیلی بلند و پاهای دراز خود و چشمای خیلی 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 مقبول، واقعا دوست داشتنیه. این گزارش رو تا پایان دنبال کنیم و اگر تا کنون چینل رو سابسکرایب نکردیم، همین لحظه این دکمه سرخ فشار بدیم و برای از اینکه نخستین کسی باشین که گزارش ها رو ببینیم، زنگوله رو بزنیم و ما رو حمایت کنیم. کامنت حتما برای ما بگذاریم. تا پایان این گزارش ویژه دنبال کنیم. در کنار مردی هستیم که سالها زحمت کشیدن تا این فارمر سرپای استاد کردن و در واقع به یک رشد خوبی رسوندن در هرات، و مطمئنم خیلی تلاش و پشتکار لازم داشته تا به این موفقیت رسیدن. سلام عرض میکنم خدمت شما، ابتدا معرفی داشته باشیم. به نام خدا، عرض سلام دارم حضور بینندگان عزیز و خوش آمدید عرض میکنم حضور شما در فارم شترمرغ دنیای سلامت. نزیر احمد سلطانی هستم، مسئول فارم. بسیار خوب. آقای سلطانی، چی شد که اصلا ایده پرورش شترمرغ در ذهن شما ایجاد شد و ای که در افغانستان که کمتر پرداخته میشه به چنین مشاغل شما به این شغل رو آوردیم؟ خب در دنیا چند سال است که توجه بر رشد پرورش شترمرغ بسیار زیاد شده، مثلا کشور اروپایی، به دلیل که گوشت از گوشت سالمه، بدون کلسترول و بدون چربی، از گوشت در ردیف گوشت قرمز یک بهترین گوشتای دنیا، تلاش داره که پرورش از این رشد بده. منافع خیلی خوبی داره، گوشت و روغن و تخم و پوست و خیلی ارزشمنده در دنیا، رو از این خیلی کار میشه. وقت در افغانستان هنوز ناشناخته، امیده که در باینده و افغانستان به جا بفته که گوشت از این محصولات از این. درسته. از تاسیس شروع کنیم به صحبت کردن. چند سال میشه تاسیس کردین؟ با چند تا شروع کردیم؟ نخستین شترمرغ رو از کجا وارد کردین؟ از سال 97 ما اینو وارد کردیم، از شترمرغ مولد از ایران وارد کردیم، یک مقدار به بعد شروع جوجه گیری کردیم از اینا. سال امسال سومین سال یک ما جوجه میگیریم، جوجه که میبینین محصول امساله و از کشور ایران اول وارد کردیم. درسته. در مورد جوجه گیری بگیم، در مورد تغذیه از اینا بگیم، چی میخورن معمولا؟ شترمرغ خوراکی و عبارت از سبست به قول مریتی و به قول کابلی رشقه، جوری، سویا، جو و سبوس، این پنج قلم خوراک شترمرغ تشکیل میده. در کل روز 2 کیلو هر شترمرغ مولد خوراک داره و در ماه حدود 10 دونه تا 15 16 دونه جوجه تخم میده. تخم ها بعد از اینکه جبهه میشه، ضد عفونی میشه، به دستگاه انتقال پیدا میکنه، 45 روز به دستگاه هست و بعد از اون جوجه بعد از 45 روز به دنیا میاد. یعنی جوجه گیری شما یک به شکل مدرن جوجه گیری میکنیم یا که به اون شکل سنتی دستگاه خاصی داریم؟ نه، به شکل سنتی هم نمیصرفه، به خاطر که تولید بالا بره ما دستگاه مدرن داریم، 120 تا تخم میگیره. تخم به معنی که امروز تخم گذاری میشه، اون تخم زده میشه و میره انتقال پیدا به دستگاه تا از دستگاه ان شاء الله جوجه به دست بیه. خیلی خوب. کار سختی داشتن این فرم و دنبال کردن این کار یا کار ساده؟ چقدر پشتکار لازم داره؟ کار سختی که نیه، کار راحتیه در کل نسبت به دیگه دامداری ها، چون تولید زیاده داره در یک سال نسبت به تمام حیوانات، خیلی بهتر و راحت تره تولید زیاده. مثلا نسبت به گوی که یک دانه گوساله میده در سال، خب این جوجه های فراوان میده، در حدود میانگین جهانی و 40 دانه جوجه، خب ما هنوز به او 40 دانه نرسیدیم. خب افغانستان مشکلات خاص خود داره.
ولی خب کار در... نه در کل واقع کار سختی نیه، کار راحتیه. خیلی خوب. به این سالی که کار میکنیم و سرمایه گذاری کردیم، بیلانس شما به لحاظ اقتصادی چگونه بوده؟ عقبیم یا پیشیم؟ به مفاد بششته کار یا نه؟ سالهای اول خب طبیعتاً هر کار ضرر خود داره. این کار مثل باغداری میمونه. سالهای اول محصول چندانی نداره. ما سال اول حتی کسری داشتیم، سال دوم متوسط داریم، امسال مفاد داشتیم. خب تولید جوجه ما بالا رفته، خوب بوده. و از بازار بگیم فعلا روی ازی تمرکز کنیم بیشتر، که در حال حاضر ماهانه چقدر گوشت به بازار عرضه میکنیم و از تخم از اینو بگیم آیا استقبال میشه، مشتری داره یا نه؟ بله طبیعتاً تخمی خب خیلی بازار طرفدار داره. از اون مهمتر روغن اینه که به قسمت درمانی و سلامتی و آرایشی استفاده میشه، خیلی طرفدار داره، خوب خریدی. و گوشت خب تازه ما هنوز هفته دوم میشه که شروع به کشتار کردیم، چون قبل از اون جوجه خورد بودن. فعلا دو هفته میشه که شروع به کشتار کردیم. متقاضی خب سال قبل خیلی داشت، خب ما یک سال یک مدت کشتار نداشتیم چون نداشتیم برای کشتار. فعلا باز دوباره تا عرضه کردیم به بازار و تا مردم به جریان قرار بگیرن گوشت هسته تا بازار شکل بگیره. درسته. فرهنگ مردم و آشنایی مردم در هرات چگونه؟ چقدر با این مسئله آشنایان و علاقه مندی دارن؟ و به نظر شما باید چه کار بشه که مردم بیشتر رو بیارن به استفاده از محصولات و فراورده های شترمرغ؟ خب تا فرهنگ سازی بشه برای کار، مردم اون عده که آگهی دارن خب مصرف میکنن. اگه عده خب آگهی ندارن یا هنوز نخوردن میگن چی رقم مزه میده، هنوز اونقدر چیز نشده، همگی جز به لیست خرید اینا نیه. ولی خب عده که مثلا میشناسن خب گوشت شترمرغ با ما تلفن میزنن یا مراجعه میکنن، یا به فروشگاهی که ما عرضه میکنیم به فروشگاه بزرگ اونجا مراجعه میکنن گوشت تهیه میکنن. درسته. در مورد معلومات کلی هم باشه، اگر اطلاعاتی داشته باشیم از شما بپرسم کدام کشور پیشتازه در قسمت تولید از این در جهان و در کدام کشور بیشتر استفاده میشه؟ تولید اصلی از خب کشورهای آفریقایی، آفریقای جنوبی، ولی بیشترین مصرف گوشت از به اروپا در قسمت اصلاح نژاد از کشور کانادا خیلی پیشتازه، که حتی می شترون شما اینجا میبینیم اینا محصول 130 سال اصلاح نژاد آفریقا و کانادا که 130 سال کار کردن روی از این. بله 130 سال که اونا کار کردن روی از این، اصلاح نژاد کردن تا یک مرغ آرام باشه، تولید خوبی داشته باشه و بصرفه باشه برای جمعوری هستی. درسته. از موقعی که ما آمدیم اینا ایوانات بسیار شوخی هستند و کمک ترس و استرس ایجاد میشه طبیعتاً در شما که شما رو نول نزنن. از خاطرات قصه بکنیم، خب طبیعتاً شما رو هم نول زده باشن. خب خاطر ما اولین شب که ما از ایران وارد کردیم، هنوز میخواستیم به فارم داخل بکنیم، بزرگترین خراسی که ما دیدیم در حدود 140 کیلو وزن میونه، بسیار با یک لغت بزلا چیز کرد که از ما پذیرایی کرد، خوش آمد گفت. خیلی چیز بود، از اون بعد متوجه هستیم که مورد لغت یا قرار نگیریم. نرم شدیم نصیب دیدیم؟ نه الحمدلله وقت چیز نبوده، جدی نبوده. خیلی خوب. و صحبت دیگه اگه در قسمت معلومات ابتدایی بقیه مونده باشه بگیم. و فعلا ما به بخش جوجه های ام دیگه، درسته؟ بله اینجا هست، مال قسمت پربری های جوجه های بالای 3 ماه به قسمت منتقل میشه. با جوجه های کمتر از 3 ماه باز هست میبینیم به قسمت پربری های. در کل محصولات شترمرغ به خاطر که از نقطه نظر سلامتی به لحاظ کمچر بودن، گوشت از بدون کلسترول، بدون چربی، با آهن و پروتئین بسیار بالای، خب یک گوشت تیبی رژیم خیلی عالیه برای کسانی که مشکلات کلسترول خون و چربی خون دارن. خیلی عالیه. روغن هم خب طبیعتا خیلی به لحاظ سلامتی مفیده برای مشکلات درمان مشکلات استخوانی. ولی خب در قسمت پست و هنوز صادرات شروع نشده. پست هم بسیار ارزشمنده، ولی به کشور اروپایی خیلی مصرف داره. خب در افغانستان متاسفانه هنوز ناشناخته. درسته. از این میشه لباس هم درست کرد؟ معمولا پست از برای لباس سوارکارا، اسب سوارا خیلی استفاده میشه، چون پست مقاومی داره و پست نازکه. بله برای هر چیزی میشه، برای کفش هم میشه استفاده کرد، برای کاپشن و ایشون میشه، کمربند و این مثال میشه. خیلی خوب. تخم هم داریم از اینا فعلا به اینجی؟ بله موجود است. بله سعی اینا رو هم باز میریم میبینیم. بخش اینا خود جوجه ها بودک، یک بخش دیگه گزارش ما
در ادامه از این میریم روند علال کردن و پست کردن یا میبینیم و صحبت میکنیم با کسایی که در او بخش همکاری میکنن. مربی یک بخش اول که شما تماشا کردیم بیننده گرامی که در واقع بحث خود فارم بود که چگونه اونو پرورش پیدا میکرد، بخش دیگه از کاری که در این فارم صورت میگیره امی جوجه های شترمرغی که پرورش میدن یا شترمرغ هایی که پرورش میدن، یک بخش از این گوشت از این به بازار هرات عرضه میشه و شهروندها از او استفاده میکنن و در این بخش در واقع اونو حلال میشه و پوست میشه و گوشتی و بسته بندی میشه و روانه بازار میشه. که سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر، معرفی بکنین. محمد علی هستم. بسیار خوب. محمد علی سلطانی. آقای سلطانی، از طریقه حلال کردن شترمرغ بگیم و ای که چقدر وقت میبره تا او رو حلال میکنیم، پوست میکنیم، گوشتی ریزه میکنیم و چی تفاوتی داره ذبح و حلال کردن با سایر حیوانات مثل گوسفند و بز و گاو؟ هیچ فرق نمونه، فقط از زیر گلوش حلال میکنیم. حدود نیم ساعت طول میکشه تا اینا رو چیز کنی، پوست بکنی، دیگه آماده میشه. بسیار خوب. در قسمت گوشتی چی تفاوت هایی داره؟ کجای استفاده میشه، کجای استفاده نمیشه؟ همه جایش استفاده میشه، ولی بیشتر که استفاده میشه هم دو تا رونشه. رونش هم خیلی گوشت های لذیذ خوبی داره، گوشت های خوشمزه داره. بله، به تصویر حتما دیدن. و ای که تکلیف ای کلپاچی چی کار میشه؟ کلش نمیشه خورد، ولی پاچاش خیلی عالیه. خورده میشه؟ آه خیلی خورده میشه. مثل کله پاچه گوسفند به اصطلاح پخته میشه؟ البته کله خویی چی هست میشه؟ همین پاچه که گوسفند و گو مثل چیز پاچه گوسفند چیز میشه. درست. گوسفند گو. در هفته و در ما چند تا حلال میکنیم و آماده میکنیم و چند کیلو گوشت میده اینا هر کدوم؟ در هفته دو تا سه تا حلال میکنیم. 12 کیلو 14 کیلو همین چیزا رو داره. بسیار خوب. خود شما هم نوش جان میکنیم؟ آره دیگه چیکار. درست. از بین سه گوشت که نام میبرم کدوم که ترجیح میدین؟ گوشت شترمرغ، گوشت مرغ، گوشت گوسفند؟ گوشت شترمرغ بیشتر مزه میده. بیشتر خیلی عالیه اصلا. هیچ چی رقم باید پخته کنیم؟ حالا خودی از میشه مثلا جوجه کباب هم پخته کنیم؟ چرا نمیشه، هر چی میشه باید ازش درست کنیم. با برنج میشه مثلا، شوربا میشه، همه چی درست میشه ازش. درسته. کباب دیگی و انواع کباب همش عالیه اصلا. هیچ. خیلی خوب. به رستوران های رات هم از این پخته بشده میشه نمیشه اطلاع دارین؟ نه. درسته. از کار خرازی ایم، از کار بار چی کار کنیم؟ مجبوره یاد رازی این دیگه. شما دیگه مجموعا به داخل امی خود امی فارم خونه و زندگی هم امی جه؟ زن بچه هم امینجا، خودم امینجا کار کنم. خیلی هم از کار رازی ایم، از صاحب کار هم رازی ایم. خیلی آدم خوبه واقعا، دستش درد نکنه، ما ازش رازی ایم. بسیار. از حقوقی هم که میگیریم رازی ایم. چیکار کنیم؟ راضی ایم. چیکار؟ الا شکر. بخیر باشیم، موفق باشیم. تشکر. سلامت باشیم. تشکر. خداحافظ.
خب دوستای عزیز، رفتیم بخشای مختلف رو دیدیم در داخل فارم، بعد طریقه زب و حلال کردن ایرم دیدیم و آل آمدیم یک دونه از تخمای شترمرغ آوردن که میبینیم چقدر بزرگه و پوستی هم زخیمه. معلومات بیشتر میپرسیم از آقای سلطانی و ضمن از او در این فضای خیلی مقبول زحمت کشیدم، چای سیاه هم به ما دم کردم که واقعا خوشتم بود و کیف کردیم. تشکر، سپاسگزار از همه دوستا. دیگه مونده هم هستم، کارگر اعصاب زحمت میکشیدن، کار میکردن، دیگه خوب مزه میده چایی که آدم به موندگی نشه جان کنه. آقای سلطانی، در مورد از این معلومات بدیم، روزانه چند تا از اینا جمع میکنیم، قیمت از این چندیه و در مورد ساختاری ها؟ خب از گذشته ها در تمدن های مصری و آفریقایی از تخم‌مرغ به خاطر داشتن استرولینیوم بسیار زیاد برای درمان نابربری اسپرم مردان استفاده میشده. در کل هر تخم‌مرغ حدود 1.3 کیلو تا 1.7 کیلو وزن اونه، برابری میکنه با 25 تا تخم مرغ معمولی. در روزانه ما در حدود به فصل تولید تخم روز 4 دونه تا 6 دونه تخم برداشت داشتیم و برای جوجهگیری استفاده میشد. وزن از چه قدره؟ بین 1.3 کیلو تا 1.7 کیلو. یک کیلو نزدیک به 2 کیلو. حدود میانگین 1.5 کیلو. 1.5 کیلو میانگین. و چند نفر میتونم املت بخورم با این؟ خب بسته به نفر داره که چند خوراک داشته باشه، ولی خب 5-6 نفر سر میکنه. سر میکنه، خیلی خوب. و برای چی موارد دیگه استفاده میشه به غیر آشپزی؟ حالا شما از بحث درمان گفتیم که یک زمان ناباروری حالا استفاده میشده. از پوست و برای از خب در تمدن آفریقایی برای کاسب یا ظرف آبخوری استفاده میشده. فعلا بعضی بنان چراخواب یا لوستر یا چیزی که میسازن از پوست استفاده میشه. دیگه به شیرینی پزی ها معمولا خب به سطح دنیا چون حجم زیادی از سفیدی و زرده در اختیار میگذاره، برای کیک پزی ها در دنیا قندی ها برای ساختن کیک استفاده میکنن. خیلی خوب. فعلا از وضعیت فارم بگیم، خب تغییراتی در نظام وارد شد، آیا هنوز امو انگیزه و امیدواری که برای رشد امی کار در افغانستان شما داشتین در وجود شما هست یا نه؟ و چقدر آرزو از این داریم که روزی بتونیم چندین فارم در کل افغانستان ایجاد کنیم؟ با توجه به که افغانستان کشور زراعتی و مالداریه، خب ما خاک حاصل خیز خوبی داریم و تولید گوشت هم مثلا خب به افغانستان یک شغل قدیمیه و بعد این سرعت رشد از بسیار بیشتره، شترمرغ رشد خیلی زیاده. خب همون چیزی که ما کشت میکنیم در افغانستان میدیم به اون بخوره و گوشت میکنه، اگر شرایط فراهم بشه طوری که گوشت از صادر شه به کشورها، فکر میکنم یک افغانستان یک از کشورهای تولید کننده و صادر کننده گوشت شترمرغ خواهد شد. درسته. و از تغییرات نظام نگفتیم که تغییری در کاروبار شما وارد بشده یا نه؟ خب به خاطر همین توقف تعطیلی بانک ها و کم مردم سرمایه‌گذاری کم شده، طبیعتا به تمام مشاغل ضرر دیده، از این ناحیه صدمه دیدن. شغل ما بالاخره در افغانستان هست و با توجه که مردم بی پول شدن، بخشی از مردم که حقوق بگیر بدن خب باز خانه نشین شدن فعلا و سرمایه گذار عمده از کشور بطلار سرمایه خود جمع کردن، طبیعی که ما متضرر شدیم. بسیار آدم متاثر میشه از شنیدن این مسئله. انشالله که وضعیت بالات عادی و نرمال برگرده. حرف حدیثی اگر باقی مانده باشه که نگفته باشه. تشکر از شما، تشکر از بینندگان و تشکر همتون که ما حمایت میکنن و تشویق میکنن در این راستا. سلامت باشیم. تشکر از آقای سلطانی، تشکر از دوستای عزیز ما که زحمت کشیدن و امروز میزبانی کردن از ما در این باغچه خیلی زیبا و این فارم خیلی زیبایی که در واقع در فصل پاییز یا خزان ماهی گزارشر ثبت کردیم. خدا کنه که برای شما هم جذاب بوده باشه و لذت برده باشین. اگر آدرس چیزی بده ما این فرصت مهیا میکنیم برای حالا یک تبلیغی بشه برای شما و بخاطر از اینکه حمایت بشیم، آدرس شما تماس، شاید بیننده ها معلقه داشته باشم از گوشت استفاده کنم، از تخم استفاده کنم یا حتی خود از این شترمرغ خریداری کنن، می فرصت داوطلبانه در اختیارش قرار بدم. اینجا فارم شترمرغ دنیای سلامت واقع شهر هرات، بولسپلی انجیل، قریه حوض سلطان، جاده ابریشم هست.
شماره تماس 0799881135 و 731-800-850 شماره تماس منه. اگر هموطنان هر چیزی که از این ضرورت داشته باشن ما به خدمت هستیم. بسیار خوب، اگر لازم داشتیم میتونیم ببینیم و ویدیو رو استوب بزنیم، شما رو بخواه یاد داشت کنیم برای تماس بگیریم. سپاسگزارم که با ما همراه بودین، گزارش رو تماشا کردیم، خدا کنه که لذت بخش بوده باشه برای شما. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. قبل از اینکه خداحافظی بکنم، سابسکرایب یاد شما نره، کامنت و لایک هم حتما بگذاریم و چینل رو به دوستاخو شریک کنیم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.